دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ سفید در پاسخ به این سوال که آیا شما در توافق اتمی میمانید یا خیر گفت در این رابطه صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید، اما نظر من درباره توافق اتمی با رژیم ایران شناخته شده است. این یک توافق وحشتناک بوده که هرگز و اصلا نباید صورت می گرفت. می توانستیم توافق خوب یا معقولی به دست بیاوریم، ولی توافق با رژیم ایران یک توافق وحشتناک است. ما 150 میلیارد دلار پرداخت کردیم، 1.8 میلیارد دلار پول نقد دادیم، یعنی بشکه هایی از پول نقد. این دیوانه وار و مسخره است و هرگز نباید صورت می گرفت، ولی در این رابطه صحبت خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد به هر جایی که می روید و در آنجا مشکلی وجود دارد، به ویژه در خاورمیانه، رژیم ایران در پشت آن قرار دارد. چه در یمن باشد و چه در سوریه، رژیم ایران در پشت آن قرار دارد. به نظر می رسد رژیم ایران پشت همه مشکلات قرار داشته باشد. ما اجازه نخواهیم داد برخی از مواردی که همکنون رخ می دهد اتفاق بیفتد. آنها آزمایش های موشکی انجام می دهند. این دیگر چه توافقی است که می توانید با آن در هر کجا دست به آزمایش موشکی بزنید؟ این دیگر چه توافقی است وقتی که شما درباره یمن و سایر مشکلاتی که با رژیم ایران داریم صحبت نمی کنید؟ به خصوص به اقداماتی که در عراق انجام می دهند نگاه کنید، به مسائل در تمامی نقاط خاورمیانه نگاه کنید، خواهید دید که رژیم ایران در پشت آن قرار دارد. پس این دیگر چه توافقی است که این موضوعات در آن اصلا مورد بحث قرار نگرفتند، به رغم همه پولهایی که به آنها دادیم؟ دولت قبلی نمیخواست درباره سایر مسائل صحبت کند، چرا که بیش از حد پیچیده بود. این نحوه درست اقدام کردن نیست. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال که مقامات رژیم مدعی شدند در صورت خروج آمریکا از برجام برنامه اتمی خود را از سر می‌گیرند، تأکید کرد این را خواهید دید. از سرگیری آن آنقدر هم برای رژیم ایران ساده نخواهد بود. آنها هیچ چیز را از سر نخواهند گرفت و اگر این کار را بکنند با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد، بزرگتر از هر زمان دیگر. می توانید این را ثبت کنید. اگر آنها برنامه اتمیشان را از سر بگیرند، با مشکلات بزرگتری از هر زمان دیگر مواجه خواهند شد. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در سخنان خود گفت ما موضوع رژیم ایران را در چارچوب چالش‌های منطقه بررسی می‌کنیم. ما هدف مشترکی داریم که جلوگیری از افزایش تنش و توسعه اتمی در منطقه است. بحث بر سر این است که بهترین مسیر کدام است. وی افزود ما می‌خواهیم حضور رژیم ایران در منطقه را مهار کنیم و برجام بخشی از این تصویر گسترده‌تر به شمار می‌رود.